درود و صد درود به نام خدای رنگین کمان. اهورا هستم. امروز 1 اوت در خدمت هستیم با بررسی نشست بانک مرکزی امریکا که دیشب برگزار شد. یک نگاهی خواهیم داشت به اتفاقاتی که افتاد، تصمیماتی گرفتن و واکنش بازارها. ابتدا بیم نگاهی داشته باشیم به اینکه خب تصمیماتی که گرفتن چه تصمیماتی بود. خب همونطور که قابل پیش بینی بود و پیش بینی هم میشد، بانک مرکزی نرخ بهره در 5.5% حفظ کرد، یعنی محدوده نرخ بهره بین 5.25% تا 5.5%، این محدوده حفظ کرد، تغییری در این مسئله نداره. اما نکاتی که مهم بود، یکی در چیز بود، یکی مهمترین نکات در واقع بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی بود. در بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی ما نکاتی رو داشتیم که بهش توجه می‌کردیم. به خصوص در بیانیه بانک مرکزی نسبت به، یعنی اگه مقایسه کنیم بیانیه که صادر کرد با بیانیه که در جلسات قبل صادر کرده بود، دو تا نکته خیلی مشهود بود. نکته اول این بود که ما در واقع قبلا تاکید خیلی زیادی می‌دیدیم روی بازار، روی نرخ بهره فقط، اما دیگه تو این بیانیه تاکید خیلی زیادی بیشتر از نرخ بهره در مورد بازار کار صحبت شده، یعنی وضعیت بازار کار. چون بیانیه هم تاکید کرده که ما دو تا هدف داریم به عنوان بانک مرکزی امریکا یا فدرال رزرو، دو تا هدف داریم، یکی ثبات قیمت ها که همون کنترل تورم میشه، یکی هم حد اکثر بازار کار، در واقع به حد اکثر رسوندن وضعیت اشتغال. خب این دو تا هدف رو برای خودشون در نظر گرفتن، تا خب ما این دو تا هدف رو داریم، بنابراین حالا ما ثبات تورم رو تقریبا بهش رسیدیم، ثبات قیمت ها رو حالا باید بریم به بحث بازار کار بپردازیم. و تاکیدشون روی این مسئله بود. نکته ای که در واقع بهشون تاکید کردن، بیشتر از هر چیز تاکید کردن، این بود که این مسئله بود. و در مورد خطراتی که میتونه مانع از در واقع دستیابی به تورم هدف بشه، گفتن که این خطرات کمتر شده، یعنی تورم هدف 2%. قبلا میگفتن خب ما خطرات زیادی داریم که همچنان باعث میشه که ما به این هدف 2% تورمی نرسیم. تو این بیانیه گفتن که اون خطرات کمتر شده، یعنی به صورت کلی در مورد بازار، در مورد وضعیت تورم چشم انداز مثبتی بود. اما در بیانیه، نکته ای که در واقع تو بیانیه میگن، تو کنفرانس مطبوعاتی نکته ای که این بیانیه بود، حالا تو کنفرانس مطبوعاتی نکته ای که خیلی تاکید کرد، نکاتی که تاکید کرد، دوباره رو بازار کار تاکید کرد، روی این که تاکید کرد که وضعیت اقتصاد وضعیت بدی نیست، اما چالش هایی هم داریم، نکات ضعفی داریم که باید برطرف بشه. در مورد بخش مسکن گفتش که سرمایه گذاری در 3 ماه دوم در بخش مسکن تقریبا متوقف شده و بازار کار، برای این که نرخ بیکار به 4.1% است، همچنان نرخ بیکاری پایینیه، وضعیت بد چندان بد نیست. ما تازه رسیدیم به اون دوران قبل از دوران همه‌گیری. در مورد تصمیمات آینده هم گفت کاملا وابسته به دادهای اقتصادی، ما بر اساس دادهای اقتصادی تصمیم گیری میکنیم. اما نکته ای که اینجا وجود داشت اینه که حالا تو کنفرانس مطبوعاتی، حالا تو خلاصش اونجا تو وبسایت اینجا ترجمه خلاصش هستش، تو کنفرانس مطبوعاتی نکته ای که خیلی بهش توجه کردیم بود که نکته ای که ما متوجه شدیم در واقع صحبتش این بود که اعضای بیشتری از بانک مرکزی در جلسه این، در واقع از این 19 نفر، حالا 12 نفرشون حق دارن، حق رأی دارن، ولی به صورت کلی کمیته جلسه تشکیل میده با 19 نفر، افرادی که داشتن بررسی کردن نسبت به اینکه این جلسه کاهش نرخ بهره بدن، تعدادشون کم نبود، یعنی این سیگنالی بود. و در نهایت ظاهرا این افرادی که تصمیمشون پیش بینیشون این بود که در واقع حالا فعلا کاهش نرخ بهره ندیم، صبر کنیم، در جلسه بعدی بدیم، اینا تونستن نظر خودشون غالب کنن و بانک مرکزی به این نتیجه رسید که فعلا تو این جلسه نرخ بهره رو ثابت نگه داره، اما سیگنال واضحی بده نسبت به اینکه ما در جلسه بعدی کاهش نرخ بهره خواهیم داشت. ریسک‌های تورمی رو بازم تاکید کرد که ریسک‌های تورمی دیگه چیز نیست، ریسک‌های تورمی دیگه زیاد بالا نیستش، زمین که زمان کاهش نرخ بهره هم کم کم داره به در واقع نزدیک میشه. اینا کلیتی بود که داشته. آها، این نکته هم که خیلی تاکید کردن، اون بحث جنجالایی بود که در یک هفته گذشته در مورد سیاسی شدن بانک مرکزی صحبت کرد، که تاکید کرد که ما یه بانک سیاسی نیستیم و بانک مالی هستیم و بدون توجه به هیچ حزبی یا شخصی سیاست های پولی خودمون رو انجام میدیم و احتمال اینکه ما در واقع بخوایم این به نفع امریکایی است. این کلیتی بود که حالا ما تو با چیز داشتیم، یعنی در واقع نکاتی که ما از این برداشت کردیم، چشمانداز ما نسبت به این جلسه چشمانداز انبساطی بود، این چشمانداز این بود که بانک مرکزی حالا دیگه احتمال بیشتری در
برای کاهش نرخ بهره در جلسه ماه سپتامبر وجود داره. همینطور که می‌بینیم الان مثلا روی سی ام رو وبسایت سی ام گروپ هم اگر نگاه کنیم می‌بینیم که احتمال کاهش 25% نرخ بهره از 92.3% رسیده به 86 و 86 87%، ولی عوضش احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره از 2.3% رسیده به 3.5%، 13.5%. این نشون میده که بانک مرکزی بیشتر در واقع دیدگاه انبساطی تری داره و الان با اعضای بانک در واقع فعالین بازار روی کاهش احتمال نرخ بهره در ماه سپتامبر احتمال بیشتر برش قائل شدن. همین جریان ما برای جلسه ماه نوامبر و جلسه ماه دسامبر هم می‌بینیم که احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ماه نوامبر و دسامبر هم بالاتر رفته. اما تاثیرش در بازارها چی بود؟ تاثیر شما در بازارها اگه بخوایم بررسی کنیم، اجازه بدید من 4 تا بیارم. تاثیرش در بازارها اگه بخوایم بررسی کنیم می‌بینیم که خب این الان چارت شاخص دلار، همونطور که می‌بینید خب شاخص دلار نسبت به خب دیروز چون چشم انداز این بود که بانک مرکزی بره نرخ بهره رو کاهش بده، خب دلار کاهش پیدا کرده بود قبل از جلسه و بعد جلسه، حالا یه شوک اولیه بازار بود، ولی خب به صورت کلی دلار همچنان اومد زیر 100 تا 104. اگه خاطرتون باشه اول هفته در مورد صحبت کرده بودیم که در چشم انداز هفتگی در مورد صحبت کردیم که دلار میره به سمت محدوده 104 160 تا 104، این چشم انداز و محدوده یکی ما برای در واقع برای دلار در این محدوده هدف نیاز داریم، احتمال داریم که چشم اندازمون هستش که احتمالاً بهش برسیم. این در مورد بحث دلار و چشم انداز دلار و پیش بینی همچنان همینه، یعنی با توجه به این شرایط محدوده هدفی که ما به شاخص دلار انتظار داریم الان میره محدوده بین 103 تا 104. در مورد بحث بازارهای مالی، اگر ما اس پی 500 به عنوان نمونه تاثیر بازارهای مالی اگر نگاه کنیم، اس پی 500 من کجاست چارت S&P 500 رو اگر من پیدا کنم، خیلی خوب میشه این S&P 500. ببینید همونطور که خب وقتی میگیم سیاست انبساطی در نظر گرفته شد، سیاست انبساطی این کاهش نرخ بهره و این میتونه به نفع بازارهای سهام باشه، خب بازارهای سهام از این جریان لذت بردن، استفاده کردن و رشد بیشتر پیدا کردن. اما آیا این به این معنی هستش که این روند سودی میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه؟ بس دیگه به دو تا چیز داره. یک، NFP روز جمعه، چون ببینید بانک مرکزی تاکید کرد، من تو تحلیلی هم که برای پیش از جلسه بود نوشته بودم، اون تحلیل پیش از جلسه هم که نوشته بودم اینطوری بود که ما گفتیم که در واقع وضعیتی که ما الان در واقع تو بازار داریم، چشم اندازی که داریم این هستش که بانک مرکزی بر اساس داده های بازار بره در واقع جلسات آینده شو تصمیمات جلسات آینده بگیره. خب داده های بازار چی؟ یکیش مهمترینش همین، یکی از اون مهمترین همین روز جمعه NFP روز جمعه است. بنابراین وضعیت آینده بازار سهام به یک جلسه روز جمعه در واقع داده روز جمعه یعنی فردا بستگی داره. دوم به گزارش های بازارهای گزارش های درآمدی که الان داره منتشر میشه، گزارش های درآمدی نباید دست کم بگیریم، ولی به صورت کلی این جلسه به نفع بازارهای سهام بود، ولی چون چشم انداز و اون انتظاری که از بازار میرفت همین انتظاری بود که بود، یعنی این چیزی در انتظارات بازار تغییر نداد، این شوک اولیه که به در واقع شوک مثبتی که به بازارهای سهام وارد شد، شوک اولیه است ظاهرا و نبا چندان دوام داشته باشه و احتمال اینکه بازارهای سهام برگردن به اون روند نرم نزولی که ما تی هفته گذشته داشتیم احتمالش بیشتر از اینه که بخواد روند سودی رو ادامه بده. این کلیت، حالا اینو همین شرایط ما حالا فقط نه فقط در اس ام پی 500، حالا همین شرایط ما در جای دیگه هم داریم. مثلا ما این داو جونز هم خب دیشب یه افزایش پیدا کرد، بالاتر بسته شد، ولی همونطور که می‌بینید الان دوباره تحت فشار قرار گرفته. ما همین مسئله رو توی اس ام پی چیز هم داریم، نزدک هم داریم، نزدک هم رشد پیدا کرده امروز، خب بعد جلسه دیشب رشد پیدا کرد، افزایش پیدا کرد، انتظار هم می‌رفت همین اتفاق بیفته، امروز مسطح شده و اون برگشت به روند نزولی نرم نزولی دو هفته قبل نزدک، احتمالش بسیار زیاده. این کلیت بازارها بود و اتفاقی که افتاد. بازم اگر سوالی داشتید بنویسید، در مورد ویدیو روی وبسایت، روی یوتیوب و کانال‌های مختلف می‌ذاریم، امیدوارم که اونجا بتونید ببینید ویدیو رو، تا چند دقیقه آپلود میشه لینکش رو در وبسایت میتونید ببینید. تا فرصتی دیگر که دوباره در خدمت باشیم. بعد از اون جلسه بانک مرکزی انگلیس، برای بانک مرکزی انگلیس هم دوباره لایو خواهیم داشت بعد از جلسه، همراه با جلسه که بانک مرکزی داره اعلام میکنه لایو در خدمت خواهم بود برای تحلیل وضعیت بازار. تا پس بعد از اون که برای بانک مرکزی انگلیس در خدمت باشیم، خدایا رو نگهدارید.